فرد قصد داشت درخت را قطع کند. سرانجام خسته شد و به دلیل سایه آن زیر همان درخت خوابید. در اینجا چه درسی باید بیاموزیم؟ اول، انگشت را که به شما غذا می دهد گاز نگیرید. دوم، برای نابود کردن یک نفر عجله نکنید، زیرا ممکن است فردا به همان شخص نیاز داشته باشید. سوم، هرگز امروز به پایین نگاه نکنید و کسی را تحقیر نکنید، آنها ممکن است فردا یاور شما باشند. چهارم، قبل از صحبت یا عمل فکر کنید. پنجم، همیشه به یاد داشته باشید که قبل از تخریب آدم‌های خوب و آبرویشان، آنها با شما چه رفتار کرده‌اند. ششم، در نظر داشته باشید کسانی که شما را آزار می‌دهند صرفاً برای یک حرکت خوب که زمان شما را ملزم کرده اند رحم کنید. هفتم، هیچ کس و هیچ چیز بیفایده نیست. پس داستان به ما می آموزد که خوب فکر کنیم، خوب عمل کنیم و انتظار خوب داشته باشیم. ما را ترغیب می کند که از درس های قدردانی، صبر، همدلی، انصاف، بخشش و شناخت ارزش دیگران الهام بگیریم. تا با تجسم این اصول می توانیم محیط هماهنگ و حمایت کننده تری را برای خود و اطرافیانمان به ارمغان آوریم. روزتان پربرکت.